قاتل فوتبالیستا آزاد شد. جام جهانی 1994 امریکا، جایی که همه قاچاقچی‌های مواد روی برد کلمبیا شرط بسته بودن. کلمبیا اولین بازیشو به رومانی باخته بود و برای صعود به برد بازی دوم مقابل امریکا نیاز داشت. با شروع بازی امریکا بر زمین مسلط شد. در دقیقه 34 یک توپ روی دروازه ارسال شد و آندرس اسکوبار به تیم خودشون گل به خودی زد. این اولین گل به خودی کل دوران اسکوبار بود. کلمبیا بازی رو باخت، بازی بعدش هم باخت، پس از جام جهانی حذف شد و همه بازیکناشون به کشورهای دیگه رفتن به جز یک بازیکن، آندرس اسکوبار. شب به نظر کاملا آروم بود. آندرس اسکوبار شب رو با دوستان و نامزدش میگذروند تا یک دفعه اسکوبار در پارکینگ خونش با 4 ماشین محاصره میشه. 11 گلوله به سمت آندرس اسکوبار شلیک میشه. آندرس اسکوبار 45 دقیقه بعد توی بیمارستان فوت شد. قاتل حکم ابد زندان رو گرفت، اما پس از 11 سال زندان به خاطر رفتار خوبی که تو زندان نشون داد الان از زندان آزاد شده. حالا دوباره جام جهانی شکل گرفته، اما این بار بهترین بازیکنای هر تیم توی دروازه وای میستن و هر کسی که گل بیشتری بخوره این قاتل اونو میکشه. اولین بازی اسپانیا بلژیک. حالا الان بازی شروع شده و هر تیم 3 بار ضد حمله میزنه، 4 در مقابل 3. هر کی بیشتر گل بخوره کشته میشه و هر کی کمتر گل بخوره زنده میمونه. حالا اولی ضد حمله روی دروازه پدری داره انجام میشه. قاتل اسکوبار توی ورشگاه حضور داره و باید ببینیم که این توپ تبدیل به گل میشه یا نه. شوت اول گل میخوره پدری. ضد حمله دوم روی دروازه اسپانیاس. تو انجای کار پدری یه گل خورده و در شرفه تیربان رو شدن، اما نه، تورنمنت کیل آب به معنی اینه که هر کسی که ببره نفر مقابل رو میکشه و به مرحله بعدی میره. میخوره پدری یا نه توی دروازه. پدری از 3 حمله 2 گل دریافت کرد. حالا میریم سراغ لوکاکو. اولین حمله اسپانیا روی دروازه بلژیک داره انجام میشه. باید ببینیم که نتیجه این شوت چی خواهد شد. لوکاکو گل میخوره. تا اینجای کار پدری بیشتر در شرف مرگ هست و باید لوکاکو تا جایی که میتونه جلوی ضد حمله اسپانیا رو بگیره که گل خورد. لوکاکو فقط یک شانس داشت. اگر این ضد حمله رو گل میخورد توسط قاتل کشته میشد. وای گل میخوره لوکاکو. به این ترتیب لوکاکو به خاطر گل بیشتری که خورده بود توسط این قاتل کشته شد. بازی دوم برزیل مقابل مراکش. بله، همونطور که میبینید بالای زمین قاتل حضور پیدا کرده و یکی از اون افرادی که اون بالا داری مشاهده میکنید قاتل بازنده این دیداره. اولین ضد حمله روی دروازه مراکش داره انجام میشه. توپ نرفت بیرون. میرس رو میرس هر حکیمی دفعش میکنه. ریباند گوله. حمله دوم برزیل روی دروازه مراکش. آیا حکیمی میتونه توپ رو بگیره و از قاتل تیری دریافت نکنه؟ نه. آیا حکیمی به سرنوشت لوکاکو دوچار میشه و همه رو میخوره یا اینکه نه خیر حمله خونسا میشه؟ اشرف حکیمی با 2 گل به کار خودش پایان میده، اما بعد بریم سراغ نیمار. حالا نوبت ضد حمله مراکش میرسه. نیمار جونور هر ستا رو میخوره یا اینکه نه مثل لوکاکو میگیره اولیو. اصلا لوکاکو یه همه رو خورد. لوکاکو چی بود من گفتم اینجا؟ آقا اینی که تنها واسطه قاتله، فکر کنم به خدا اینی که تنها واسطه قاتله. اولین ضربه رو نیمار جونیور میگیره. اگر که نیمار این هم بگیره تمومه. وای نه، برو کلا نیمار. به این ترتیب اشرف حکیمی با 2 گلی که خورده توسط این قاتل کشته میشه و نیمار جونیور با 0 گل خورده به مرحله بعدی میره. ایتالیا در مقابل سنگال. حالا بازی شروع میشه. این بار با سنگال مقابل فدریکو کیاسا به گل برسه. میره توپ رو میندازه به وسط طرف. فدریکو گل رو نمیخوره. فدریکو کیاسا اولین گل رو سیو میکنه، پس بعد بره سراغ حمله دوم. میرسه مسیر شنا چپ برگردون بیرونه. فدریکو کیاسا همچون نیمار جونیور تا الان هیچ گلی دریافت نکرده و اگر که این هم سیو کنه مثل نیمار هیچ گلی نخورده و سیو میشه. همچنان ادامه داره. تو رو جلوتر میرسونن. فدریکو کیازا تو پر میتونه بگیره یا نه؟ همچنان نگران باش. تو سنگال به وسط برگردون بیرونه. میریم سراغ سادیو مانه. حالا با سادیو مانه مقابل فدریکو کیازا جوان دروازه‌بانی چه ادامه میداد و ببینیم که چقدر در این امر موثره. یک دریبل زیبا شوت ها میزنه یا نه؟ خونسا میشه. دومی ضد حمله حالا شوت مانه سیو میکنه. این ضد حمله بسیار حیاتی و حساس بود، چرا که اگر سادیو مانه گل میخورد کشته میشد و اگر که گل نمیخورد ادامه پیدا میکرد. این نمیره، این نمیره. جلوشو بگیرید، بگیر جلوشو. نه، سادیو مانه در دقایق آخر بازی گل دریافت کرد و توسط قاتل
کشته شد. پس فدریکو کیزا به مرحله بعدی راه پیدا کرد. بازی چهارم، آرژانتین در مقابل امریکا. پالو دیبالا حمله میکنه روی دروازه امریکا، ارسال روی تیر اول بیرونه. خونسا میشه. در تورنمنت کیل آپ قاچاقچیان مواد بسیار زیادی وجود دارن و روی برده یه سری از بازیکن‌ها که اسمشون رو ما نمیتونیم بگیم شرط بندی کردن. دومی هم خونسا شد و در آخر معلوم خواهد شد که آیا شرط بندی قاچاقچیان درست جواب داده یا اینکه خیر. وای بزن بره تو گل توی دروازه آرژانتین. پولیشیش از سه حمله آرژانتین فقط یک گل دریافت کرد، پس خیالش راحت بود. اما الان نوبت مسیه. اگر مسی میخواد که کشته نشه باید همه این ضد حمله ها رو خونسا کنه و همشون رو سیف کنه، وگرنه در تورنمنت کیل آب پولیشیچ به مرحله بعدی میره. اولین شوت به سمت دروازه لیونل مسی، شوت میشه گل. وای گل نخوره دوباره. مسی سیوش کن. بریکلا بگیرش دفش کن. بریکلا حمله خونسا میشه. مسی اگر که این زده حمله رو گل بخوره با یک تیر کشته میشه، هم نه دفاع میشه. حالا یک حمله برای هر دو تیم باید اجرا بشه. آقای بی پاول شوت توی دروازه. دروازه پولیچیش باز میشه. مسی در وضعیت بسیار استراتژیک قرار گرفته. اگر که این توپ رو بگیره میبره و به مرحله بعدی کیل آف میره، اما اگر که گل بخوره به مرحله بعدی راه پیدا نمیکنه، خونسا میشه. به این ترتیب پولیچیش با دو گل که از 4 تا حمله دریافت کرد توسط قاتل کشته میشه و مسی به مرحله بعدی میره. بازی پنجم، فرانسه در مقابل نروژ. این مرحله کیل آف بسیار حساس بود، چرا که یکی از بهترین های دنیا هست میشد و دیگری به مرحله بعدی میرفت. هالند هنوز خونسه نشده، توپ یا باید از خط بی بیرون بره یا اوت بشه یا گول بشه، تمام میشه کار یا نه. سیف کرد. زده حمله بعدی فرانسه روی دروازه هالند، اولیه رو گل نخورد، به زیبایی هرش حمله شده، بعدی اون میزنه که گل میخوره. حمله آخر فرانسه روی دروازه هالند بسیار حساسه، چرا که اگر اینو گل بخوره احتمال اینکه کشته بشه بسیار زیاده. که نه، هالند از سه حمله فرانسه فقط یک گل دریافت کرد. حالا نوبت امباپه بود. وای چه پاسی، شوت رو دروازه امباپه، سیو میکنه. امباپه اگر میخواست که کشته نشه حتما باید هر سه تا دمله رو خونسا میکرد. خراب میشه. خونسا شد. سومین زده حمله روی دروازه فرانسه، اگر که امباپه بتونه اینو بگیره هالند کشته میشه، تمام کار. سه تا زده حمله خونسا شد. هالند با یک گلی که دریافت کرد توسط قاتل کشته میشه و امباپه به مرحله بعدی میره. اولین زده حمله از کرواسی روی دروازه لوزانو انجام میشه. ببینیم که لوزانو میتونه رکورد همه رو بزنه و مثل نیمار هیچ گلی دریافت نکنه یا نه. میگیره اون ریباند گله. وای همچنان فرصت هست. کرواسی در زده حمله دوم یک دبل تاچ زیبا میزنه به وسطتر میرسونن، به سمت چپ میرسونن یا نه، خونسا میشه یا گله. خونسا میشه. سومین حمله توسط بازیکن کرواسی، یه دبل تاچ زیبا تو برمیان گرفتن، لوزانو اینو میگیره یا نه، شوت روی دروازه هست یا نه، تموم کار. خونسا شد. لوزانو از تو حمله که روی دروازه شد فقط یک گل دریافت کرد. حالا نوبت لوکا مودریچ بود. مودریچ اگه میخواست که لوزانو رو ببره باید همه رو سیو میکرد. دفع کنین. دفع درست بی انجام نشده، پس دوباره زده حمله ادامه داره. همچنان زده حمله اول روی دروازه مودریچ. مودریچ داشت هیچ حرکت زیبایی انجام داد. وای سیو. در مرحله کیل آف ببینیم که مودریچ میره بالا یا لوزانو، تک به تک با مودریچ، شوت گله. حالا لوکا مودریچ فقط امید به تساوی داشت، اما اگر این زده حمله رو گل میخورد میباخت. وای مودریچ میگیره یکی اضافه. زده حمله بعدی خونساش کن، بزن بره. لوزانو اگر اینو گل میخورد 100% بعد این بازی کشته میشد. حالا توی دروازه لوزانو با دو گلی که از 4 تا زده حمله دریافت کرد توسط قاتل از بین میره و مودریچ به مرحله بعدی راه پیدا میکنه. بازی هفتم، ایران در مقابل پرتغال. در بازی ایران و پرتغال، رونالدو برای پرتغال و مهدی طارمی برای ایران در روی دروازه قرار گرفتن. حالا اولین زده حمله روی دروازه مهدی طارمی، تو برو نگرفت. دفع کن. تمام. وای زده حمله سوم روی دروازه طارمی، هنوز هیچ کدوم رو گل نخورده، گل بعدی هم نه. خونسا شد. مهدی طارمی همچون نیمار جونیور هیچ گلی دریافت نمیکنه، پس میره سراغ رونالدو. آج الان رونالدو هست بشه به خدا میان میگن که تو رونالدو مسی فن شدی، به خدا میگن. آقا من نمیدونم، به من چه، من دارم کار خودم میکنم، اینا دارن گل میزنن، تقصیر من نیست. رونالدو به بازی تقصیر من نیست، به دستم بالاست. آقا دستم بالاست، برو گلش کن.
من دستم بالاست، هر چی گل بشه نشه دیگه خودشون میدونن گل خورد. گاب کنی هم دافی، آرایشو پاک کنی هم دافی. سلام. ای وای، خون ساکر حمله دومو. حمله سوم روی دروازه رونالدو، از همونجا شوت بیرونه. برای من این رونالدو با تک گلی که خورده توسط قاتل کشته میشه و مهدی طارمی به مرحله بعدی میره. بازی هشتم، انگلیس در مقابل لهستان. در بازی انگلیس و لهستان هر کسی که میبرد در مرحله بعدی با لیونل مسی بازی خواهد کرد. چه کاتزی با گله. زدم دوم روی دروازه لواندوفسکی که یک گل دریافت کرد بعد مقابل هرکین بهتر بدرخشه. گل شوت نکنه هاجی، شوت کنه گل میخوره. آهان، خونسا میشه توسط دفاع. اینجا این بحث مطرحه که کدوم بازیکن دروازه‌بان واقعا بهتریه و میتونه تیمش رو نجات بده. سیو میکنه لواندوفسکی از حمله که روی دروازه شوت فقط یک گل دریافت کرد. حالا نوبت هرکینه. سرمی اول بیرون. زد حمله دوم روی دروازه هرکین، باید حداقل یه گل بزنن تا نتونن هرکین رو به مرحله بعدی برسونن. بگیر ازش رو دفت نکرده، بگیر ازش رو دفت نکرده. برو دفت نکرد، دفت باید میزد بیرون توپو، باید میزد بیرون. بزن گل بزن، بزن توی دروازه است. آخرین زد حمله بسیار حساس بود، چرا که اگر هرکین اینو گل میخورد 100% کشته میشد. گولو میزنن. بنابراین هرکین با دو گلی که توی سه تا زده حمله خورد توسط قاتل کشته میشه و لواندوفسکی به بازی با مسی میرسه. مرحله حذفی، لواندوفسکی در مقابل لیونل مسی. برنده این بازی به دیدار نیمه نهایی میرفت. چه کسی کشته میشد، مسی یا لواندوفسکی؟ بوش همچنان زده حمله ادامه داره. شوت بیرون. زده حمله دوم روی دروازه آرژانتین و لیونل مسی. آیا لیونل مسی باز دوباره میتونه حریفش رو شکست بده مرحله نیمه نهایی صعود بکنه، یا اینکه خیر میجلوتر مسی گلو میخوره؟ زده حمله سوم روی دروازه لیونل مسی، اگه اینو گل نخوره خیلی به نفعشه. یه حرکت زیبا وسط‌تر میارن، ملک گلو میخوره مسی. بنابراین لیونل مسی از ستا زده حمله که روی دروازه شد دوتا گل خورد. حالا نوبت لواندوفسکیه. لواندوفسکی برای اینکه بتونه مسی رو ببره باید فقط یک گل از ستا زده حمله دریافت میکرد. چه گلی زد. زده حمله دوم روی دروازه لواندوفسکی. آیا دفاعشون میتونن توپ رو بگیرن و قطعش بکنن یا نه؟ یه دبل تاچ به وسط، شماره اینو دیبالا خرابش کرد. خونسا میشه. زده حمله سوم پای دیوار رو سمت راست میرسونه. خود دیبالا شوت، چه گلی. یکی اضافه. تو رو خدا خراب نکنی ها، تو رو خدا خراب نکنی ها. وو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 و
وای مسی نخوری، مسی نخوری، مسی 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 بگیر. خونسا میشه. وای وای گل بزن، 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 گل بزن. تمام گل لواندوفسکی. لواندوفسکی با سه تا گلی که روی 5 تا زده حمله میخوره حذف میشه و مسی به نیمه نهایی صعود میکنه. مودریچ در مقابل نیمار جونیور. نیمار که رکورددار رقابت‌ها بود و 100% سیو داشت، بعد مقابل مودریچ قرار می‌گرفت که یک گل خورده بود. بگی جلوشو، بگی جلوشو، بگی جلوشو، بگی گل نخور اینا. وای. بگی 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 دفعش کن، دفعش کن، دفعش کن، دفعش کن. بگی نیمار واری کلاخونس هم میشه. سومین زده حمله روی دروازه نیمار جونیور، اگر که اینو بگیره احتمال اینکه بره به فینال یا نیمه نهایی به شدت زیاد. نیمار خونسش کن. خونسا میشه. اگر که نیمار می‌خواد مودریچ رو ببره، باید حتما دو تا گل از سه تا زده حمله روانه دروازه‌اش کنن. وای 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 وای. خونسا شد. قاتل رخشن تیم ها منتظر فرد بازنده است. چه کسی بازنده خواهد بود و کشته میشه. حالا به سمت تیر دوم رافینیا شوتش توی دروازه مودریچه. زده حمله آخر حکم مرگ و زندگی رو داشت، چرا که اگر مودریچ گل میخورد کارش تموم بود. فوک. همچنان فرصت است، همچنان، 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 همچنان فرصت است، همچنان دفت نشده کامل. شوت کن همون جان، همون جان شوت کن، شوتش کن، شوتش کن. تمام کار مودریچ. مودریچ با دو گلی که روی سه زده حمله خورد توسط قاتل تیر بارون میشه و نیمار به مرحله نیمه نهایی میرسه. امباپه در مقابل مهدی طارمی. برنده این دیدار با برنده دیدار پدری و کیزا بازی خواهند کرد و اولین زده حمله. وای گل نخوری، گل نخوری تاره می، گل نخوری. خونسا میشه. قاتل در زمین مشاهده نمیشه، اما مثل اینکه خودش رو یا قایم کرده. مهدی تاره میتونه برای میتونه بگیره یا نه؟ نه گل خورد. حمله آخر روی دروازه مهدی تاره می، اگر که بتونه این رو سیو کنه عالی میشه. چه تکلی. دفش کن، دف کن عمو جان، آقا جان دفش کن، دفش کن. تمومه. مهدی تارمی از سه زده حمله که روی دروازه شد فقط یک گل خورد. حالا نوبت امباپه بود. اول زده حمله تیم ملی ایران روی دروازه کلیان امباپه. ببین دو تا گل بزنیم بردیم. هنوز کامل دفع نشده، هنوز کامل دفع نشده. جهان بخش دفع کن آقا، دفع نشده کامل. بزن بزن
بزن وای توی دروازه. آه کامل لفت نکرده بودن. بعد نیای بگی نمیدونم دفع کرده بود. نه کامل لفت نکرد. نکرد کامل. اگر ضد حمله دوم ایران گل میشد کار امباپه تموم بود. نزنی. بزن بره تو گل. بارک الله. امباپه با دو گلی که از سه ضد حمله خورد توسط قاتل تیربارون میشه و طارمی به نیمه نهایی میره. مرحله آخر یک چهارم. کیزا در مقابل پدری جوان. نخوری یا پدری. همچنان زده حمله فرصت هستش واسه دیگه. پدری در میاره. زده حمله دوم روی دروازه پدری جوان. اگر که بتونه اینو بگیره کار خودشو خیلی راحت کرده. این موبیل میچرقه نمیذارن شوت کنه. نه وای خاک تو سرتون. چرا خرابش کردی؟ خاک تو سرت. گل خورد. این زده حمله رو گل نخوری. بگو بگیرن دیگه. خاک تو سرتون کنه. ارسال ایموبیله بیرون. پدری از زده حمله که روی دروازه شد فقط یک گل خورد. حالا نوبت کیزا بود. زده حمله اول روی دروازه ایتالیا. گلش کن تو سرت. اینو گل کن. خدا وکیل اینو گل کنی. بزن بره تو. خاک تو سرت. پدریگو کیزا خوشحال تر از همیشه بود چرا که اگر این زده حمله هم میگرفت پدری کشته میشد. وای خدای اینا احمقن. بزن شوت تو بزن. مساوی. نفر یک اضافه. حالا اگه پدری این ضربه رو گل میخورد با یک تیر حذف میشد. پدری با دو گل که از چهار زده حمله میخوره با یک تیر از آتل کشته میشه و کیزا به نیمه نهایی با طارمی میرسه. نیمه نهایی لیونل مسی در مقابل نیمار جونیور. فقط یک قدم تا فینال کلاب. چه کسی کشته میشه؟ مسی یا نیمار؟ بگیرش دیبالو. چه دریبلی داره میزنه به سمت چپ. شوت بیرون. نیمار اولیو تونه سیو کنه. دومی هم میتونه سیو کنه و دوباره به مرحله فینال راه پیدا کنه. نه سیو. نخوری. وای نیمار از تزد حمله که روی دروازه زده شد فقط یک گل خورد. حالا نامت مسی بود. برای اینکه مسی خودش توی رقابت ها نگه داره یا باید فقط یک گل میخورد یا همه رو سیو میکرد تا برنده بشه. وای مسی بگیرش. مسی بگیرش. نه مسی نخوری یا بگیرش تو رو خدا. وای همچنان ادامه داره فرصت. روی زده حمله دوم تو به رافینیا رو باید بزنن همونجا. کار به جلوتر نکشه. خونسا شد. آخرین زده حمله حکم مرگ رو امضا کرد. اگه مسی گل میخورد کارش تموم بود. بارکل. نفر یکی اضافه. تک دفاع از همینجا شوت کن. آها بارکل. خونسا میشه. حالا برق برگشته بود و این بار اگر نیمار گل میخورد حکم مرگش امضا میشد. بده این بار برد گل بزنه. بزن یا خودش حاله. بزن یا بزن درو. هنوز کامل لفت نشده. توی دروازه گل. بنابراین نیمار با دو گلی که میخوره رسما توسط قاتل کشته میشه و مسی به فینال رقابت ها میرسه. کیزا در مقابل طارمی. قاتل فقط دو تیر برای دو بازیکن داشت. اون دو بازیکن کی بودن؟ سیو میکنه طارمی. زده حمله دوم روی دروازه مسی. طارمی اگه بتونه اینو بگیره عالی میشه. این موبیل شوتش میگیره طارمی. زده حمله سوم موبیل این بار میخواد دیگه دروازه رو باز کنه. گل طارمی از زده حمله که روی دروازه زده شد فقط یک گل خورد. حالا نوبت کیزا بود. علی جان باش سان نکن تو رو جان پدر سان نکن دیگه. چه گلی پدر رو کیزا فقط یک فرصت برای زنده موندن داشت. اونم این بود که از این بعد هیچ گلی دریافت نکنه دیگه. سان نکن دیگه. وای دفع کرد. وای چرا دو خالیه. جان بخش وای بزن تو گل. توی دروازه است. فدرگو کیزا با دو گلی که دریافت کرد توسط قاتل تیر بارون میشه و مهدی طارمی به فینال با مسی میرسه. فینال رقابت ها کیل آپ. مسی در مقابل طارمی. حالا فقط برای قاتل یک تیر باقی مونده بود. چه کسی کشته میشد؟ طارمی یا مسی؟ وای طارمی گل خوردی طارمی. وای شاید ایران به هیچ وجه نمیتونست از اروپا انتقام بگیره. به هر حال این زده حمله دوم بود. خود تو رو قرآن بگیرین. تو رو خدا بگیرین. بگیر شوت نکنه ها. چه گلی خوردی. احتمال بردن طارمی کم بود. پس قاتل داشت تفنگو آماده میکرد. یکیشو بگیرین تو رو خدا. یکیو دفع کن. تمومه. طارمی از سه زده حمله دو تار خورد. حالا نوبت مسیه. تنها امید مهدی طارمی این بود که مسی هم مثل خودش دو تا گل بخوره یا حتی بیشتر. اما اگه کمتر میخورد طارمی میباخت. واسه بده جان مخشود نکنی خودتو. فوج بزن ریباندو. باریکلا. غیرت بازیکنهای ایران بالاخره نمایان شده بود و داشتن کامبک میزدن. پاسو بدی گله. 100% گله.
پس بده بیرون، بده بیرون، بده بیرون. بزن گل، بزن گل شو. الو الو، توی دروازه. حالا بستر مرگ می بود، اگه مسی اینو گل میخورد تموم بود کارش. تارمی در این ناباوری مسی رو شکست داد و قهرمانه کیل آپ شد. اون را از این ویدیو لذت برو بشه کسی ویدیو لذت بره لایک کنید میرو که لایکاتون به ویدیو من خیلی کمک میکنه بهتون گرم. میشه کدام سری بگم حالا شو برین. خدا نگهدار.